با یک ویدیو دیگه از کانال دلتا مدیا در خدمت شما عزیزان هستیم. بازیگر مشهور سینما و تلویزیون مرحوم علی سلیمانی به خاک سپرده شد. اگر علاقه من به دیدن این ویدیو و جزئیات بیشترش هستید، لطفاً از همینجا روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و زنگوله را فشار بدید تا زودتر از بقیه از ویدیوهای جدید ما مطلع بشید. لحظاتی قبل پیکر زنده یاد علی سلیمانی، بازیگر مشهور و محبوب کشورمون، در بهشت زهرا در قطعه هنرمندان به خاک سپرده شد. بیقراری خانواده و مخصوصاً دختر او قلب همه رو به درد آورد. اما صحبت‌های تلخ و دردناک دختر زنده یاد علی سلیمانی در مراسم خاک سپاری پدرش. سبا سلیمانی، تنها فرزند زنده یاد علی سلیمانی، در مراسم خاکسپاری پدرش از همه افرادی که در مراسم بدرقه پدرش حضور داشتند تقدیر و تشکر کرد و گفت: ممنون از همراهی شما عزیزان که در این روزهای سخت همراه ما بودید. ممنونم که با ما همدردی کردید. من از همه شما عزیزان از جانب پدرم طلب حلالیت می کنم. اگر هر کدوم از شما حقی برگردن پدر من دارید، از شما تقاضا می کنم که پدرم رو حلال بکنید. و حتی اگر طلب یا دینی برگردن پدرم دارید، الان که پدرم نیست، من و مادرم در خدمت شما هستیم تا طلبتون رو ادا کنیم. و حتی اگر این یک عذرخواهی باشه، من و مادرم حاضر هستیم که از جانب پدرم از شما عذرخواهی کنیم. لطفاً پدر منو حلال بکنید. سبا سلیمانی در پایان سخنرانیش گفت: مردم، از شما تقاضا می کنم که در زندگیتون امیدوار باشید، چرا که پدر من امیدوار بودن رو خیلی دوست داشت و می گفت حتی اگر به زندگیم امید نداری، سعی کن اداشو در بیاری که امیدوار باشی. سبا در انتهای صحبتش حتی به این نکته هم اشاره کرد که الان فرزندان بسیاری هستن که در همین بهشت زهرا عزیزانشون و پدر و مادرشون رو از دست دادن و دارن بدن اونها رو تطهیر می کنند. باید به فکر هم باشیم، باید عزیزامون رو دوست داشته باشیم. قطعا پدر من امروز همچون بذری هستش که ما در زمین می کاریمش و قطعا سبز خواهد شد. امروز بسیاری از بچه‌ها مثل من پدرشون رو از دست دادند. دلم نمیخواد واژه یتیم بودن رو برای خودم به کار ببرم که برام واژه بسیار سنگینی هست. من امروز جسم پدرم رو به خاک میسپارم. قطعا روحش در کنارم خواهد بود و قطعا با او در زندگیم خواهم بود و باهاش صحبت خواهم کرد. اما باید به زندگی امیدوار باشید. تمام کسانی که دوست داره علی سلیمانی هستید. سبا سلیمانی در پایان از همه طرفداران و جمعی که در مراسم خاکسپاری پدرش حضور داشتند تقاضا کرد که برای مادرش و همچنین خودش دعا کنند که خداوند به اونها صبر بده و به اونها آرامش عطا کنه. ما هم جا داره از طرف کانال دلتا مدیا اعلام کنیم که واقعا علی سلیمانی بزرگ مردی در عرصه هنر بود که بسیاری از دوستداران او از او به نیکی یاد می کنند و همچنین جوان مردی. از زنده یاد علی سلیمانی دور از انتظار نبود که فرزندی همچون سبا بزرگ بکنه و به جامعه تحویل بده که امروز در نبود پدر بگه من زبون پدرم هستم، پدرمو حلال کنید. علی آقا، امروز قرین آرامش شدی و امروز سبا بار دیگر با زبانش روح تو رو شادتر کرد. بنابر گفته همسر زنده یاد علی سلیمانی، علی جز افرادی بود که هنوز واکسن نزده بود و خیلی منتظر این بود که نوبتش بشه تا بهش واکسن بزنن، ولی خب متاسفانه درگیر این ویروس شد و در نهایت جان خودش رو از دست داد. روحش شاد و یادش گرامی. اما در ادامه این ویدیو میپردازیم به حمله تند هنرمندان مشهور کشورمون در پی درگذشت علی سلیمانی. لطفا تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید. اما امیدی که ناامید شد. تنها فرزند و تنها دختر زنده یاد علی سلیمانی در مصاحبه‌ای که روز قبل از فوت پدرش با یکی از برنامه‌های تلویزیونی داشت اعلام کرده بود که حال پدرش کمی بهتر شده بود و پدرش به هوش اومده بود و خدا رو شکر می‌کرد که به هوش اومده.
ولی طولی نکشید که همین امید ناامید شد و فرزند دیگری باز هم داغ پدر دید و یتیم ماند. اما در پی درگذشت بازیگر مشهور کشورمون علی سلیمانی، بسیاری از بازیگران و هنرمندان مطرح کشورمون در پی واکسن نزدن به بسیاری از افراد جامعه اعتراض خودشون را با پست‌های اینستاگرامی به گوش مسئولان کشور رسوندند. در بین این هنرمندان یکی از جنجال برانگیزترین پست‌های اینستاگرامی مربوط میشه به آقای کامبیز دیرباز و همچنین آقای محمد بحرانی که در واکنشی به صحبت نمکی که گفته بود اگر تمهیدات ما نبود شاهد مرگ 1300 نفر بودیم، و هنرمند مشهور کشورمون یا همون جناب خان یا محمد بحرانی در واکنش به صحبت‌های وزیر بهداشت آقای نمکی گفت خفه شو دیگه، باشه خفه هم نمیتونی بشی؟ و همچنین امیر مهدی جوله، طنز پرداز و بازیگر، با انتشار تصویر سعید نمکی وزیر بهداشت در پیج اینستاگرامش نوشت به جای عکس رفقای مخدولمان عکس قاتل رو بگذاریم و خواستار محاکمه نمکی باشیم. برای دل پاره پاره امان محاکمه کنید این سردار عصر ویروس را. اما در ادامه این ویدیو میپردازیم به واکنش جنجالی هنرمندان به درگذشت بازیگر مشهور و محبوب کشورمون زنده یاد علی سلیمانی و همچنین حمله تند بازیگران کشورمون به مسئولین کشور. لطفاً تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید. کامبیز دیرباز، بازیگر مشهور سینما و تلویزیون، در واکنش به درگذشت علی سلیمانی با انتشار یک پست اینستاگرامی این چنین نوشت: علی رفت، نه به خاطر این ویروس، به خاطر بیکفایتی مسئولان مملکتش رفت. به همین راحتی یک دختر یتیم شد. خدایا صبر بده به هممون، چه روزهای تلخی رو داریم میبینیم. حضرات، ما و تاریخ فراموش نمی کنیم این روزها رو. خون تک تک علی ها به گردنتون بی لیاقت های بی کفایت. عمو پورنگ داریوش فرضیایی هم با انتشار یک ویدیویی از همکارش آقای علی سلیمانی در گذشت او را این چنین تسلیت گفت: علی جان، علی مهربون، تو هم رفتی داداشی، یعنی دیگه نه صدا تو میشنوم نه میتونم ببینمت، باورم نمیشه. بچه با معرفت جوادیه، هم مدرسه یه روزهای کودکی من، کجا رفتی؟ لعنت به این ویروس، تک تک عزیزانمون رفتن، علی هم رفت، اما قصه واکسن و امید به واکسن زدن شده رویای مردم. تو رو به خدا به داد مردم برسید، همه پرپر شدن، هر کسی کوتاهی میکنه خدا ازش نگذره. امیر غفارمنش، یکی دیگر از بازیگران مشهور کشورمون، هم با انتشار یک ویدیو در گذشته دوستش را این چنین تسلیت گفت: اختلاف نظر داشتیم، میگفتی زندگیمون پر از تلخی شده، ما فقط باید تلاش کنیم مردم شاد باشن. گفتم علی جون، گاهی درد چنان عمیق میشه که اگر همراه نشیم و مطرحش نکنیم همین مردم بهمون میگن بی تعهد یا سوپا. گفتی امیر، وقتی دستت به جای بند نیست که مشکلی حل بشه فقط باید شادشون کنی. اینم به عشق خودت گذاشتم و تعهدی که همیشه به مردمت داشتی. روحت شاد و یادت گرامی. آقای محسن تنابنده یا نقی پایتختم در پی درگذشت آقای علی سلیمانی با انتشار یک پست اینستاگرام این چنین نوشتند: واقعا دولت مردان و نمایندگان مجلس و اعوان و انصارشون که ماها قبل واکسن زدن، برای کدوم اهمال کاری خونشون از تو رنگین تر بود. نیما کرمی، مجری صدا و سیما، صبح امروز در برنامه زنده در گذشت علی سلیمانی رو به خانواده و همچنین دوستداران این هنرمند تسلیت گفت و گفت علی سلیمانی همین یک ماه پیش مهمون برنامه ما بود. او به شدت با این بیماری مبارزه کرد و مدت‌ها در بیمارستان بستری بود که روز گذشته حتی اعلام کردن حالش بهتر شده، ولی متاسفانه به یک بار همه چیز عوض شد و متاسفانه امروز صبح علی سلیمانی رو برای همیشه از دست دادیم و او آسمانی شد. روحش شاد و در آرامش.
زنده یاد علی سلیمانی، بازیگر تئاتر و سینما و تلویزیون، بعد از یک دوره بستری در بیمارستان بر اثر ابتلا به این ویروس در سن 50 سالگی درگذشت. علی سلیمانی مدتی بود که به دلیل ابتلا به این ویروس در بیمارستان بستری بود و امروز مورخ 21 مرداد حدود 5 صبح داره فانی را وداع گفت. آقای جواد هاشمی، بازیگر مطرح کشورمون، در این باره به خبرنگار مهر گفت علی سلیمانی متاسفانه 12:30 بامداد امروز دچار مشکل شد. اکسیژن خون او به شدت پایین اومد و حدود 5 صبح متاسفانه ایست قلبی کرد و احیا جواب نداد و برای همیشه از بین ما رفت. روحش شاد. همچنین خانم آناهیتا همتی، بازیگر مشهور سینما و تلویزیون، هم در پی درگذشت آقای علی سلیمانی با انتشار یک پست اینستاگرامی نوشتند علی سلیمانی مهربان هم پر کشید. ننگ و شرم بر مسئولین بی کفایت باد. زنده یاد علی سلیمانی یکی از بازیگران شوخ طبع و بنام و محبوب سینما و تلویزیون بود که بسیاری از همکاران و دوستداران ایشان از او به نیکی یاد می کنند. او قلب مهربانی داشت و همیشه دوست داشت همکاران و مردم رو شاد کنه. روحش قرین آرامش و یادش گرامی. همچنین پوریا پورسرخ هم، یکی از بازیگران سینما و تلویزیون، در پی درگذشت آقای علی سلیمانی با انتشار یک پست اینستاگرامی این چنین نوشت: باز هم یک عکس دیگه و یک تسلیت دیگه و تمام. اما همه اینا برای خانواده و بازماندگان تعریف بسیار متفاوتی داره. به اندازه تفاوت مدل زندگی مردم با شما، شمایی که جای ما تصمیم میگیرید ولی جای ما نمیمیرید، حتی مریض هم نمیشید. نمیدونم عکس بعدی چه کسیه، نمیدونم، ولی مطمئنم شما نیستید، نه خودتون نه خانواده هاتون. باز هم به هم تبریک بگید. در جایی که باید محاکمه کنید، مراسم تقدیر بگیرید و با القاب مسخره به هم این موفقیت عظیم رو تبریک بگید. سردار این ویروس، سردار مبارزه با این ویروس، ای کاش. روحت شاد علی عزیز و تسلیت به خانوادت و تمام خانواده های داغدار. همچنین خانم حدیث تهرانی هم، یکی از بازیگران سینما و تلویزیون، در واکنش به درگذشت علی سلیمانی با انتشار یک پست اینستاگرامی این چنین نوشت: ننگ بر شما، لعنت به شما که هر روز یک داغ میذارید رو دلمون. همین دیروز داشتم خدا رو شکر میکردم که حال علی سلیمانی بهتر و خطر رفع شده. حالم ازتون به هم میخوره که دنیامون رو سیاه کردید. بوی مرگ میده همه چی. خودتون واکسناتون رو زدین و با خانواده هاتون با خیال راحت نشستید، مرگ مردم رو میبینید. لعنت بهتون. چقدر جوون دیگه برن، چقدر عذاب بکشیم که واکسن بخرید. متنفریم ازتون. همچنین خانم هانی توسلی، یکی از بازیگران مشهور سینما و تلویزیون، در پی درگذشت آقای علی سلیمانی با انتشار یک استوری این چنین نوشت: شرم بر مسئولانی که خودشون و همه خانواده و نوا نتیجهشون چندین ماهه که واکسن معتبر زدن. شرم. شبها راحت میخوابید، عذاب وجدان ندارید، خجالت نمیکشید. همچنین برزو ارجمند هم، یکی از بازیگران سینما و تلویزیون، با انتشار یک پست اینستاگرامی در خصوص درگذشت علی سلیمانی این چنین نوشت: واکسن نزنین، اعتراف کنید به همه کارهایی که باید برای این ملت میکردین و نکردین. چند خانواده دیگه باید عزادار کار نابلدی شما بشن. علی راست میگفت، کارو خوب خدا درست کنه. خدایا کمک کن که دیگه مغز و فکر و روحمون جوابمون کرده. خدایا کمک کن که دیگه صبوری هم جواب این همه غمو نمیده. خدایا کمک کن. خدایا کمک کن. علی جون روحت شاد و طلب صبر میکنم برای خانواده مهربونت و مردم کشورم. داریم تک تک تو این صبر از بین میریم. روحش شاد و یادش گرامی. دوستان عزیز، لطفاً لینک این ویدیو رو در فیسبوک در گروه‌های ایرانیان مقیم کشورهای مختلف لطفاً شیر کنید و لطفاً نظراتتون رو راجع به واکنش هنرمندان به درگذشت زنده یاد علی سلیمانی عزیز در قسمت کامنت ها بنویسید.